سرخط خبرها. وزیر داخلی ایران: با پناهجویان افغان به مرزهای ما مراجعه نکنید. عمران خان: امریکا رای دیگر به جز همکاری با طالبان ندارد. گودریش: برای جلوگیری از سقوط افغانستان پول نقد ترسیق شود. لاروف: از ساله‌های باقی مانده ناتو در افغانستان نباید برای اهداف خرابکنانه استفاده شود. و احمد مسعود: تا رسیدن به اهداف خود از مبارزه دست نخواهیم کشید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، بابا تقدیم سلام. به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. وزیر داخلی ایران: با پناهجویان افغان به مرزهای ما مراجعه نکنید. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران از پناهجویان افغان خواسته است به مرزهای این کشور مراجعه نکنند، چون امکان پذیرش مهاجر کم است. با گزارش رسانه های ایرانی، وحیدی دوشنبه شب نزده میزان به خبرنگاران گفت مهاجران افغان به طور طبیعی به سمت ایران می آیند، اما خواهش ما این است که به مرز مراجعه نکنند. وزیر داخلی ایران افزوده است که نیروهای امنیتی ایران زمینه را برای بازگشت مهاجران افغان که به مرز آمدند فراهم می کند. او در عین حال آمار دقیق از مهاجران افغان ارائه نداد و گفت تعداد از آنها به سمت ایران آمدند و دوباره بازگشتند. روزانه هزاران نفر در تلاش برای فرار از کشور از مرز نیمروز خود به شکل قاچاق به خاک ایران می رسانند، اما ایران آنها را دوباره باز می گرداند. برخی از پناهجویان از برخورد خشونتبار، تحقیر، توهین و شکنجه نظامیان ایرانی در جریان عملیات بازداشت و اخراج شاکی هستند. موج مهاجرت از کشور با سقوط دولت و افزایش بیکاری و بدتر شدن وضعیت اقتصادی آغاز شد. وزیر داخلی ایران در حال پناهجویان افغان را از مراجعه به مرزهای کشور خودداری می دارد که در پی بروز بحران سیاسی در کشور، سازمان ملل از کشورهای همسایه افغانستان خواست مرزهایشان را برای پناهجویان باز کنند. عمران خان: امریکا رای دیگر به جز همکاری با طالبان ندارد. نخست وزیر پاکستان با انتقاد از تحریم طالبان و منزوی ساختن آنها گفت که جامعه جهانی باید این گروه را برای عملی کردن تعهداتشان تقریب کند. با گزارش اسپوتنیک، عمران خان نخست وزیر پاکستان در مصاحبه با پایگاه خبری رسانه های آمریکایی گفت که آمریکا باید شوک شکست در افغانستان را پشت سر بگذارد و برای جلوگیری از فاجعه بشردوستانه در این کشور کمک ارسال کند. خان با گفته های اینکه آمریکا چاره‌ای جز تلاش برای حمایت از دولت پایدار در افغانستان ندارد گفت جهان باید با افغانستان تعامل کند، زیرا اگر این کشور را کنار بزنند در میان طالبان تندروهای وجود دارد و ممکن است آنها به طالبان سال 2000 بازگردند و این یک فاجعه خواهد بود. گفتنی است که طالبان همچنان در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد و این موضوع مانع از دسترسی آنها به حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی افغانستان در امریکا می شود. نخست وزیر پاکستان ادامه داد در حالی که نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و 75% از بودجه مالی این کشور به کمک های خارجی وابسته است، تحریم طالبان به زودی منجر به یک فاجعه بشری خواهد شد. نخست وزیر پاکستان همچنان گفته است رویدادها در افغانستان هنوز در حال پیشرفت است و افراد مانند ما هنوز نمیدانند که به کجا خواهد رسید. خروج امریکا از این منطقه باعث ایجاد خلای خواهد شد. عمران خان تصریح کرد نگرانی من این است که اگر جامعه جهانی افغانستان را این طور رها کند، این کشور با آسانی میتواند به سال 1989 برگردد، زمانی که شوروی و امریکا افغانستان را ترک کردند و پیش از 200 هزار نفر افغان در حرج و مرج ها کشته شدند. گودریش: برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان پول نقد ترسیق شود. گودریش جبریکل سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته است که پول نقد به اقتصاد افغانستان ترسیق کنند تا از سقوط آنها جلوگیری شود. وای روز دوشنبه 19 میزان در نیویورک به خبرنگاران گفت ما باید راهی برای کمک به تنفس مجدد اقتصاد پیدا کنیم و این میتواند بدون نقض قوانین بین المللی انجام شود. پس از تسلط طالبان
کمک‌های خارجی، قطر و ذخایر ارزی افغانستان در خارج از کشور نیز منجمد شد. در حال حاضر افغانستان با بحران فقر درگیر است. از سوی هم فقر و گرسنگی روز به روز در حال گسترش است. نبیری کل سازمان ملل در اظهارات گفته است که طالبان وعده هایی که به زنان و دختران افغان داده بودند عملی نکردند. او گفت من از دیدن وعده های نقض شده توسط طالبان به زنان و دختران افغان نگران هستم. او از طالبان خواست به وعده های خود به زنان و دختران عمل کنند و به تعهدات در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند بمانند. میلیون ها دختر جوان و نوجوان در سراسر افغانستان منتظر بازگشت به مکتب هستند، در حالی که مکاتب پسرانه ماهی گذشته به دستور طالبان بازگشایی شد. لاروف از سلاح‌های باقی مانده ناتو در افغانستان نباید برای اهداف خرابکارانه استفاده شود. وزیر امور خارجه روسیه در بیانات گفته است که در شرایط کنونی از اسلحه‌های باقی مانده ناتو در افغانستان برای اهداف تخریب کارانه نباید استفاده شود. با گزارش اسپوتنیک، لاروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست با وزرای امور خارجه کشورهای شرکت کننده در جلسه تعامل و اعتماد سازی در آسیا گفت او کنون مهم است که اسلحه‌ها و تجهیزات نظامی بجا مانده از ناتو در افغانستان برای اهداف تخریب کارانه استفاده نشود. وزیر امور خارجه روسیه افزوده است خروج شتابزده ناتو پیچیدگی تقاضات افغانستان را بیشتر از هم ریخت. اسلحه‌ها و تجهیزات نظامی زیاده در کشور باقی مانده است. مهم است که از آنها علیه دیگر کشورها و در داخل افغانستان برای اهداف خرابکارانه استفاده صورت نگیرد. گفتنی است که در اوایل ماه آگوست طالبان حملات گسترده علیه نیروهای دولتی افغانستان انجام دادند و در 15 آگوست وارد کابل شدند و روز بعد اعلام کردند که جنگ در کشور به پایان رسیده است. در دو هفته اخیر ماه آگوست از فرودگاه کابل که تحت محافظت ارتش آمریکا بود، شهروندان غربی و افغانهایی که با آنها همکاری داشتند به صورت جمعی تخلیه شدند. احمد مسعود: تا رسیدن به اهداف خود از مبارزه دست نخواهیم کشید. رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که تا رسیدن به اهداف مشروع مردم دست از مبارزه در برابر طالبان بر نخواهد داشت. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج نیوز، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پیام تازه بر مبارزه علیه طالبان تاکید کرده گفت تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع و بر حق مردم، آزادی های فکری و تا ساختن یک دولت همشمول از مبارزه و مقاومت دست بر نخواهیم داشت. رهبر جبهه مقاومت تاکید کرد طالبان مرتکب جرایم جنگی، بشری، کشتار مردم ملکی و منصوبین نظام پیشین شدند. احمد مسعود افزود که صدای عدالت خواهی زنان و دختران در برابر ظلم، تبعیض و استبداد جغرافیای مقاومت را به سراسر جهان رساند و در نتیجه اعتراضات جهان از برسمیت شناختن طالبان جلوگیری نمود. مسعود با بیان اینکه پیش از این صحبت از حکومت فراگیر بود گفت دیدم که از نظر این گروه حکومت فراگیر به چه معناست و تا زمانی که برقراری ارزش‌ها به مبارزه ادامه خواهیم داد. و یک بار دیگر گفت مبارزه ما برای آزادسازی مردم افغانستان است و به یک جغرافیای خاص منحصر به فرد نخواهد بود. گفتنی از طالبان پس از اعلام تصمیم آمریکا در بهار امسال برای خروج نیروهای خود از افغانستان، عملیات گسترده‌ای را برای کنترل افغانستان آغاز کردند.